مسعود رجوی پانزده مهر 1402 باید سر مار ولایت و فاشیسم دینی در تهران را هدف قرار داد پیوسته گفته این و تکرار می کنیم هر کس که در خاور میانه صلح می خواهد باید سر مار را که همانا فاشیسم دینی حاکم در تهران است هدف قرار دهد و در موضوع فلسطین نیز از رئیس محمود عباس ریاست دولت فلسطین و سازمان الفت و خواستهای برحق آنها در مورد مردم فلسطین حمایت کامل و جامع به عمل بیاورد چه کسی نمیداند که خط خمینی و خامنه ای از آغاز با دجالیت روز قدس و قدس از طریق کربلا خنجر و خیانت به آرمان فلسطین بوده است خامنه ای چهار روز پیش در یازده مهر به کشورهای عربی هشدار داد که نظر قطعی رژیم ولایت فقیه این است که دولتهایی که قمار عادیسازی با اسرائیل انجام میدهند ضرر خواهند کرد و افزود که باخت منتظر این هاست از این پیشتر در اول خرداد 1400 هم خامنه ای در آستانه انتخابات رژیمش و روی کار آوردن رئیسی جلاد قتل عام به عنوان رئیس جمهور نظام پرده ها را کنار زد و در سایت خود او فاش شد که بعد از قاسم سلیمانی اسماعیل قاعانی سرکرده نیروی تروریستی قدس را به معموریت لحظه به لحظه در جنگ افروزی گماشته است یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به سراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخاسته و جوانان شورشگر بجنگد ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند اما آتش قیام با ارتش گرسنگان از زیر خاکسترهای کرونا شعله خواهد کشید. انقلاب دموکراتیک و سرنگونی فاشیسم دینی در ایران لازمه صلح در این منطقه از جهان است.